مهرنگیز کار حقوقدان از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. خانم کار، در حالی که نهادها و ارگانهای حکومتی همچنان بر طرحهایی مثل طرح نور و ادامه سیاستهای سرکوبگرانه اصرار دارن که زنان همچنان با مقاومت مدنی خودشون بر خواستهای خودشون پافشاری میکنن و با تمام هزینه‌های سرکوب همچنان ایستادگی میکنن، این تعارض دیدگاه حکومت با مردم و این شکاف میان حاکمیت و خواست زنان رو چطور میبینید؟ خب ببینید، اینو که ما 45 سال گرفتارش هستیم، یعنی موضوع جدیدی نیست، اما نوسان داشته، افت و خیز داشته به شکل‌های مختلف. این دعوا بین زنان، یه بخشی از زنان، یه بخش بزرگی از زنان با حکومت برآمده از انقلاب، به محض اینکه انقلاب پیروز شده شروع شده و تا الان ادامه داره، ولی از یک نقطه به بعد که شاید بشه اسمش رو گذاشت خیزش مهسا، و شاید پیش از اون اون اتفاقی که برای خانم رشنو افتاد، تبدیل شده به جنگی بین این دو نیرو. هر دو نیرو با هم در جنگن، با این تفاوت که یک نیرو حکومت که تجهیزات مختلف نظامی و سرکوب رو داره استفاده میکنه ازش برای اینکه شهروندانی رو متقاعد کنه به اینکه پوشششون رو مطابق میل اون انتخاب بکنن. یعنی دیگه از اون صورت دعوا بیرون آمده و تبدیل شده واقعا به یک جنگ خیابانی. خب هرچند که زنها اون نیرو رو ندارن، دو نیرو برابر نیستن، ولی مشاهده میکنیم که انگار این بخش از جمعیت به اندازه‌ای زیر فشارن و نمیخوان دیگه تن بدن به جبر حجاب که پاش ایستادن. و حالا هرچند که لابد تعدادشون کمتر شده از قبل از این سرکوب وسیع، ولی به طور کلی حکومت نتونسته اینها رو متقاعد کنه به روشی که دلخواهشون نیست. ولی اینکه چرا، این چرا رو به نظر من میشه به صورت‌های مختلفی پاسخ داد. اون حکومت گرفتار انواع بحران هاست و در حال حاضر ببینین شما هرچه دارین خبر پوشش میدین، یا مربوط به توماج صالحی احتمال اعدام اونه یا مربوط به زنانه، در حالی که اون مملکت خیلی گرفتاری ها و بحران هایی داره که بخشی از جمعیتش حتی برای نون خالی هم نیازمند هستن. اقلیت هاش واقعا در آتش ظلم دارن میسوزن، بعضی اقلیت ها مثل مثلا بهائی ها. در سیاست خارجی مردم احساس امنیت نمی کنن و دائما فکر می کنن که مورد هجوم یک حمله نظامی از یک جایی قرار می گیرن. ولی پوششی که جمهوری اسلامی باعث شده که همه در سراسر جهان باهاش مواجه بشن، بحث حجاب زنانه و به نظر من از این حیث هم داره بهره برداری میکنه از موضوع که دیگر، اولا دیگر ستم دیدگان زیر بحرانهای مختلف تظاهراتی به راه نیندازن، و ثانیاً اینکه بخشی از شهروندان رو داره سرکوب میکنه برای اینکه شهروندان دیگر تحت تأثیر این ارعاب مطالبات خودشون رو مطرح نکنه. خانم کار، با توجه به مقاومت مدنی مردم، ایستادگی زنان در مقابل حجاب اجباری، این سیر مبارزه زنان رو چطور میبینید؟ چقدر تفاوت کرده و آیا حکومت در نهایت به هدف خودش برای تحمیل حجاب اجباری به زنان میرسه؟
ببینید به نظر نمیرسه که به هدفش برسه، ولی ما زیاد هم نمیتونیم مطمئن باشیم که خب وقتی که اینقدر سرکوب وحشتناک باشه که ما از این همه خشونت جنسی و جسمی و روانی اطلاع پیدا میکنیم، این همه خودکشی در ایران اتفاق میفته، خب امکان داره که از تعداد اون زنانی که این همه باید هزینه بدن کاسته بشه در بحث حجاب. ولی این معنیش نیست که حکومت توفیق پیدا کرده، و بلکه معنیش این است که حکومت توفیق پیدا کرده در اجرای یک جور فروپاشی اجتماعی. چون وقتی یک حکومتی در جنگ قرار میگیره با شهروندانش، ببینید فقط همین تعداد زن که نیستن، اینا خانواده دارن، اینا دوست دارن، اینا طرفدار دارن. اگر حالا ما اصلا حرف هنرمندا رو نمیزنیم، حرف زنای عادی توی خیابون رو میزنیم، اینا فرزند دارن. یه حکومتی اگر که اینقدر عقلش نمیرسه که به دست خودش برای یه موضوع عجیب و غریبی دشمن سازی کرده و حالا اضافه کنه برای این دشمن سازی، چه میشه گفت بهش؟ همش هزینه ایست که داره حکومت میده. درسته زنا خیلی هزینه میدن، ولی حکومت هزینه ای که داره میده بیش از هزینه ای که زنان میدن، چون زنان احساس قهرمانی میکنن در این نبرد و حقم دارن که این احساس داشته باشه. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خانم مهرانگیز کار، حقوقدان از واشنگتن با ما.